آقای محترم، دختر مردم با هزار امید و آرزو اومده تو زندگی تو. تحمل درد تنهایی در زندگی متأهلی خیلی خیلی سختتر از تحمل درد تنهایی در زندگی مجردی هستش. وقتی مجردیم که تکلیف مشخص، هنوز شریک عاطفی و یار و همدم پیدا نکردیم، ولی آدما با هزار امید و آرزو وارد زندگی متأهلی میشن. حالا افراد متأهلی که نیازهای عاطفیشون پررنگتر هستش، درد تنهایی رو بیشتر حس میکنن. دو تا از مهمترین نیازهای زندگی متأهلی، یک نیاز عاطفی و دو نیاز جنسی هستش. نیازهای جنسی که با کیفیت بالا یا با کیفیت پایین به هر شکل تقریبا در اکثر رابطه ها برطرف میشه، ولی درد تنهایی بیشتر مربوط به برطرف نشدن نیازهای عاطفی هستش. در زندگی متأهلی ما نیاز به همدم، مونس، همصحبت، دوست و همراه داریم. به همدلی، توجه، عشق، محبت، احترام، تعهد، تحسین و حمایت نیاز داریم. دوست داریم همسرمون برامون وقت با کیفیت بذاره. حالا اگر این مواردی رو که گفتم تو زندگیمون نباشه، درد تنهایی رو بیشتر حس میکنیم. دوست عزیزم، اگر همسرت ازت راضی نیست یا اگر جفتتون با هم مشکل دارید، سریع برای حل اختلافتون به کمک یک مشاور یا به کمک یک فرد دانا و با تجربه غیر از فامیل مراجعه کنید و ازش کمک بگیرید. مطمئن باشید که اختلافات زناشویی بدون کمک گرفتن و ورود نفر سوم حل شدنی نیست، چون یک نفر سومی باید رابطه رو دقیق بررسی کنه و نیازها و انتظارات و توقعات و وظایف دو نفر رو بهشون بگه و شاید نیاز باشه یک نفر یا هر دو نفر رو از خواب بیدار کنه. ببینید، مهمترین عامل بیماری‌های جسمی ریشه در اعصاب و روان ما داره و اختلافات زناشویی یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری‌های جسمی هستش. پس اعصاب خردی‌ها و بحث‌های بی‌فایده و به هم ریختن شرایط روحی و اعصاب و روان ما کم کم از روانمون میزنه به جسممون و بعدش انواع و اقسام بیماری‌های جسمی میاد سراغمون. پس لازمه زودتر تکلیف زندگیتون رو روشن کنید، یا بالغانه و با بهره‌گیری از مهارت‌های زندگی زناشویی با کیفیت زندگی کنید، وگرنه جدایی خیلی بهتر از مرگ تدریجی هستش، چون یک پایان تلخ خیلی بهتر از یک تلخی بی پایان هستش. خب حالا به نظر شما کیا بیشتر درد تنهایی رو حس میکنن؟ خانوم‌ها یا آقایون؟ لطفاً کامنت کنید و لطفاً این ویدیو رو منتشر کنید و اگر ما رو فالو ندارید و سابسکرایب نکردید، لطفاً فالو و سابسکرایب کنید.